معذرت خواهی علی کریمی از مردم. سلام به حواشی خبر، خوش اومدید. معذرت خواهی علی کریمی از مردم. علی کریمی با انتشار یک استوری توضیحاتی در خصوص اظهارات اخیرش داد. طی روزهای اخیر و بعد از انتشار یک استوری از سوی علی کریمی در خصوص ماه محرم و نزولات این ایام، حواشی زیادی پیرامون کاپیتان سابق تیم ملی ایران به وجود آمد. این موضوع بعد از وایرال شدن سخنرانی یک روحانی اوج گرفت و کاپیتان سابق تیم ملی ایران بر صفحه شخصی خود پاسخ تندی به اظهارات معاونین روحانی مورد نظر داد. با این حال علی کریمی با انتشار یک متن توضیحاتی در خصوص استوری حاشیه ساز خود داد و البته اعلام کرد که از کودکی به امام حسین ارادت داشته و با گذشت زمان هم این علاقه خود را حفظ کرده است. او در متن جدیدش اینگونه نوشت: نیازی به گفتن نیست که من هم مثل همه شما از کودکی شوق رسیدن به دهه محرم را داشتم و با گذشت زمان این ارادت را حفظ کردم. در چند روز اخیر برخی افراد قصد ماهی گرفتن از آب گلالود را داشتند. روی صحبت من عده‌ای هستند که 355 روز سال به معشیت مردم بی توجه می مانند و با نظری دادن در 10 روز محرم دنبال جلب توجه هستند و ریا. این عزاداری ها پیش از ما بوده و پس از ما هم خواهد ماند. در میان هر کس برای رضای خدا و با نیتی خالص برای هر حاجت خود نظری می دهد. دمش گرم و نظرش قبول. پیشنهاد من فقط این بود که در این اوضاع کشور می توانیم نظری های دیگری هم انجام بدهیم. همین، آنها که به نام امام حسین به دنبال منافع شخصیشان هستند، باید بدانند که امام حسین متعلق به همه بوده و هست. اگر طرفدار واقعی مکتب حسین هستیم، باید به اعتقادات و طرز فکر یک دیگر احترام بگذاریم، چون در این مکتب افترا، بددهنی و بیادبی جایی ندارد، که البته مردم فرق ریا و نیت پاک و خالص را تشخیص می‌دهند. با این حال مخاطب من عده خاص بود، اما از عزاداران واقعی امام حسین عذرخواهی می‌کنم و دست‌هایشان را می‌بوسم. قضاوت با مردم، حسینی بمانیم و حسینی زندگی کنیم. این بود از استوری معذرت خواهی علی کریمی از مردم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. برای اطلاع از جدیدترین اخبار و حواشی سلبریتی ها ما را سابسکرایب کنید.